هر کدام از جناح‌ها و گروه‌ها و قشرها و لایه‌هایی که الان خیلی هم فعالند در عرصه سبزها هستند، غیر سبزها هستند و ملیگراها هستند، خود روحانیتی که دارن سعی میکنن که فهرستهایی عرضه بکنن آلترناتیو وضعیت موجود، که در صورتی که جمهوری اسلامی با خطر انهدام روبرو شه به تای خط رسید بلافاصله بتونن اون پروژه رو به اجرا بگذارن. از کردم خدمتون گروه هایی بودن که آقای موسوی و کروبی به عنوان آلترناتیو برخی آمدن گسترشش دادن، آقای خاتمی رفسنجانی هم اضافه کردن و آقای احمد منتظری پسر آیت الله منتظری اومد برای که نه سیخ بسوزه نه سگ کباب، اومد فهرست دیگری داد، اسم آقای خامنه‌ای هم گذاشت جز این آلترناتیو، این هم آقای احمد منتظری. خب گروه های دیگری هم مثل آقای مهاجرانی، آقای یبانی هم آقای گنجیست، آقای مهاجرانی در لندن تو هم سعی کرد که به لیست آقای خامنه ای نزدیک بشه، یعنی اگر آقای آلترناتیو عرضه بشه او هم جایی در میان این گروه تازه داشته باشه، به همین لحاظ سعی کرد که دفاعیه عرضه کنه در از آقای خامنه ای و به ترتیبی به دوره نگار با خامنه ای پایان بده، خودش رو از معتقدان به او معرفی کنه. همین چند روز پیش آقای گنجی هم که میدونیم خود اون هم لیستی دارن، در این لیست پیش از این اسم مخمل باف در رأس بود، یواش یواش همگی آقای مخمل باف رو هم کنار گذاشتن. مخمل باف به نظر میرسه که اصلا خط سوایی رو انتخاب کرده به همون سیاق خودش، شادم خیلی بهتره که آقای مخمل باف واقعا ما هم به عنوان یه هنرمند خیلی برجسته و شخصیت شریف که دلش فعال مملکت میسوزه، در پی قدرت هم نیست، به هیچ وجه در پی نیست که در یکی از این لیست ها جا بگیره. و بالاخره در خارج هم که لیست های متفاوتی داریم میبینیم، اقداماتی داره صورت میگیره، از هر سو نهاد مردمی است، این طرف گروه عقاب هاست، نمیدونم گروه میلیون هستن که خود اونها هم لیستی دارن، یک لیست هم میدونم در یکی از رسانه ها داره تهیه میشه، آقای نوری الام که پیشنهاد دولت در تبعید داد. راستی در برخی از این لیست ها من نام خانم فاطمه حقیقت جو رو دیدم، خانم زهرا نبرد باز جایی در این لیست داشت، خانم فائزه رفسنجانی و همینطور خانم شیرین عبادی. در هر کدام از این لیست ها و فهرست ها که به عنوان آلترناتیو عرضه شد اسامی این خانم ها دیده می شود. هفته پیش گفتگو کردیم ببینیم که آقای نوری علا در این زمینه چه نظری داره، گرچه نظر خودش به طور مکتوب هم عرضه کرده، قرار شد که گفتگو با ایشون رو دنبال بکنیم، چون تو یه جای پیش آمدیم و قرار شد بحث بعدن ادامه پیدا بکنه. اما بریم به سراغ متفکر و شخصیت پرآوازه آقای دکتر اسماعیل نوریالا و پیشنهاد او دولت در تبعید. همه قول دادم که بیشتر در این باره با ایشون صحبت کنم، بیشتر بشکافی که ما بدونیم که چه خبر. آقای نوریالا سلام، به مجدد بر شما و بینندگان و شنوندگان برنامه شما سلام عرض میکنم. سپاسگزارم. بس صدای الان دارم صدای صبح؟ بله بسیار عالی. خب آقای نوریالا، هفته قبل فرصت نشد که بیشتر قضیه رو باز کنی برای هموطنان عزیز، پیشنهادی که دادید یعنی مسئله ایجاد یک دولت در تبعید، رسیدید به اونجایی که در این پیشنهاد مسئله برگزاری کنگره هم مطرح شده. به نظرم الان برسیم به جزئیات، چطور میشه در خارج از کشور کنگره برگزار کرد؟ عرض کنم که این طرحی که ما داریم و در واقع میشود گفتش که از ناحیه شبکه سکولارهای سبز ایران که بندم جزئی از اون هستم ارائه شده، از سه قسمت تشکیل میشه. قسمت اولش این که ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدوم از گروه های سیاسی فعلی قادر نیستند که همه رو زیر یک سقف جمع بکنن و باید یک تشکیلات بیطرف، فراحزبی و فرا ایدئولوژیک این کار رو بکنه، و به همین دلیل ما به عنوان یکی از این تشکل های این گونه شروع کردیم. تشکل های دیگری هم که شبیه ما هستند و دارای ایدئولوژی خاصی نیستند، فراحزبی هستند
و معتقدند که یک حکومت جدا از مذهب باید بر ایران مستقر بشه که بر پایه اعلامیه حقوق بشر باشه، اینها رو پیدا بکنیم و با شراکت همدیگه یک کمیته‌ای رو درست بکنیم که اسمش رو گذاشتیم کمیته تدارکات، یعنی اشخاصی که خودشون رو سربازان این راه میدونن و روی مطامعه عرض کنم که مقام و پست و ثروت و این حرفا دنبال این کار نمیرن، فقط میخوان بتونن یک وسیله فراهم بکنن که ایرانی های با تنوع مختلف سیاسی که دارن در زیر یک سقف جشن. این کمیته در حال شکلگیریه و وقتی که اعلام موجودیت کرد از همه کسانی که فکر میکنن میتونن به وطنشون خدمت بکنن دعوت میکنه که بیایند و خودشون رو نامزد بکنند و در یک انتخابات خارج از کشور شرکت بکنند. حالا چند نفر از ایرانیان خارج از کشور در این انتخابات رأی خواهند داد، اون به حدس و گمان بیشتر میرود، ولی ما این کمیته تدارکات یک کار دو سویه میکنه، از یک سو با کسانی که فکر میکنه که میتونن نامزد شرکت در یک کنگره ملی باشن عرض کنم که تماس میگیره و اونها رو سعی میکنه که مجاب بکنه که این کار بکنن، و از سوی دیگه ایرانیان خارج از کشور رو دعوت میکنه که وقتی که مقدمات فنی کار فراهم شد بیان و در این انتخابات شرکت کنن. حالا الان دقیقا تعدادش معین نیست، میگیریم بین 40 تا 50 نفر از بین داوطلبان رو مردم انتخاب میکنن و اینها میایند در یک تشکلی که ما بدون اطلاع از فعالیت های دیگران اسمش رو گذاشته بودیم کنگره ملی ایرانیان، که مثل اینکه با یک سری اعتراضات هم روبرو شده است که آقا این کنگره ملی ایرانیان 7 سال پیش به وجود آمده و به ثبت هم رسیده است. حالا ما میتونیم اسمش رو عوض بکنیم، میذاریم مثلا پارلمان در تبعید. بله بله. خب اون افرادی که اشاره میفرمایید الان درباره اون صحبت میکردید، اینها رو انتخاب میکنید خودتون، یعنی پیشاپیش 50 تا اسم رو مورد گزینش قرار میدید، یا اینکه نه راه رو باز میذارید 50 نفر بیان خودشون رو معرفی کنن؟ چگونه است؟ به چه شکلی؟ عرض کنم که نخیر، به هیچ وجه این کمیته تدارکات حق گزینش نداره. هر آن کسی که خود رو نامزد بکنه برای شرکت در اون پارلمان در تبعید و بشه احراز هویت کرد، بتونه یک سابقه کاری بده، برنامه کاری رو بده، این رو ما اعلام میکنه. مثلا در یک تاریخ معینی این کمیته میآید و اعلام میکنه که مثلا 200 نفر آمدن خودشون رو نامزد کردن که بروند در اون پارلمان در تبعید و مردم میتوانن از بین اونها 40 نفر رو انتخاب بکنن به عنوان معتمدین خودشون و بفرستن به پارلمان. یعنی نباید واجد شرایط بود؟ شرطی وجود نداره؟ شرطش اینه که قبول داشته باشند که حکومت اسلامی اصلاح پذیر نیست، باید منحل بشه، قانون اساسیش باید لغو بشه، یک حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر در ایران به وجود بیاد و برود به طرف اینکه یک مجلس مؤسسانی داشته باشیم، قانون اساسی جدیدی بنویسیم و انتخابات آزادی برای عرض کنم که تعیین مصادر حکومتی رو خب آمدیم گیریم یه نفر باشه، تمام این به اصطلاح نکته هایی که شما فرمودید همه رو قبول داشته باشه اما صلاحیت اجتماعی نداشته باشه، آدم خوشنامی نباشه، و چی میشه؟ مجبور به گزینش میشه دیگه، نیست؟ ببینید مسئله در اینه که اگر که آدم خوشنامی نباشه، در خود این کلمه معلومه که مردم او رو خوشنام نمیدونن. در نزد کمیته همه ایرانی ها مساوی هستن. یه نفر میاد میگه من اینا رو قبول دارم، خودش رو نامزد میکنه. اگر ایرانی های خارج از کشور به این آدم بدنام رأی دادن، خب معنی رأی دادن و بسیار متوجه شدن. حالا برای به اصطلاح برای اینکه این چهره بتونن در شرایط مساوی هم خودشون رو عرضه بکنن، خودشون نمایندگی کنن، مردم هم با پیشینه اونها، سوابق اونها، خواست اونها، اندیشه اونها آشنا بشن، احتیاج به یک مسائل تبلیغاتی است. وقتی میگیم مسائل تبلیغاتی، برای مسئله پول مطرح میشه. این قدرت مادی از کجا تأمین میشه که بتونه این پروسه رو پیش ببره؟ بله،
ببینید، وظیفه از کمیته تدارکات این نیست که در مورد کاندیداها تبلیغ بکنیم. مثل همه جای دنیا تبلیغ کاندیدا با خود کاندیداست. خودشون میتونن برن برنامه تلویزیونی بخرن، رادیویی بخرن، نمیدونم اینترنت یک دونه سایت باز بکنن و در مورد خودشون تبلیغ بکنن. کاری که ما بنده که نه، یعنی اون کمیته تدارکات میکند، تهیه ایجاد یک سایتیه که در روی اون سایت هر کسی که میآید و خودش رو کاندید میکنه باید یک شرح حال بده و عرض کنم عکسش رو بده و بعد برنامه خودش رو برای دولت در تبعید اعلام بکنه که مردمی که میخوان رأی بدن ساده ترین کارشون اینه که برن روی اون سایت اینترنتی شرح حال ایشون رو بخونن، برنامه هاشون رو بدونن و تصمیم بگیرن که میخوان بهش رأی بدن یا نه. و برای اون گروه از ایرانیانی که خب همه ما میدونیم از نظر علمی جایگاه خاصی دارن و هم این که چندان آشنایی با این فعالیت‌های ایرانی ها مثلا فعالیت‌های سیاسی ندارن، در حاشیه دارن زندگی میکنن، خب به شکلی باید یک نیروی مثلا ظاهر بشه اینها رو جذب فعالیت‌هایی از این دست بکنه. هیچ برنامه‌ریزی خاصی دارید در این زمینه؟ ببینید، این برمیگرده به اون تشکل سوم، به این معنی که پس از اینکه این کاندیداها آمدند تن به انتخابات دادند و به وسیله ایرانیان خارج از کشور انتخاب شدند و مأموریت پیدا کردند که بروند و در اون پارلمان در تبعید بنشینند، اون وقت اونها مثلا اون 40 نفر میآیند و روند تشکیل دولت موقت در تبعید رو آغاز میکنند که مدل‌های مختلفی وجود داره، تصمیم گیری با خود اونهاست که مثلا فکر کنیم اگر که یک دولت موقت از 15 نفر تشکیل بشه میتونن در بین خودشون 15 نفر رو انتخاب بکنن. یه مدل دیگه وجود داره اینکه یک نفر رو انتخاب بکنن و او مأمور شود که از بین حضار در این پارلمان همکاران خودش رو انتخاب بکنه. اینا مدل‌هایی که خود پارلمان تعیین و تصمیم خواهد کرد و بعد هر کدوم از این چند نفری که وارد این دولت در تبعید شدن مثلا مسائل اقتصادی به عهده یکی گذاشته میشه، مسائل فرهنگی یکی، آموزشی یکی، و بعد اونها میتوانند در اون دپارتمنت خودشون مثلا یه وزارتخونه میمونه شروع کنند با متخصصین هر زمینه ای تماس بگیرند و از اونها دعوت بکنند که بیاند و در اتاقهای فکر در کمیته های کاری بنشینند و در مورد مسائل مختلف مملکتی هم پیش از فروپاشی حکومت اسلامی و هم پس از اون رایزنی بکنند و بتوانند که برنامه هایی رو به دولت موقتی که پس از انحلال حکومت اسلامی بر سر کار میاد تقدیم بکنن و بگن که ما این کارا رو تونستیم در این مدت انجام بدیم. خب یه نمونه هایی داشتیم در تاریخ، مثلا در دوره جنرال دوگل یا در کامبوج شاهزاده سیانوک، دولت در تبعید. هیچ از این نسخه هم استفاده کردی؟ که اونا چه راههایی رفتن که ما مبادا اشتباهات گذشته اونها رو تکرار بکنیم یا نه؟ بله، عرض کنم که ما تقریبا میشه گفتش که تمام این موارد رو نه تنها در دوران معاصر، در طول تاریخ در نظر گرفتیم که وقتی که یک حکومت استبدادی و سرکوبگر در جای وجود میاد، مخالفین ناگزیرن که برن در دورترین جای در دسترس اون حکومت بنشینن و در اونجا یک نیروی بدیلی رو فراهم بکنن که بعد بتواند به تمهیدات مختلفی این حکومت رو منحل بکنه و یک دولت موقتی رو جانشینش بکنه. اما اونچه که در مورد این طرح منحصر به فرده و تا به حال در طول تاریخ کسی انجامش نداده، انجام یک انتخابات آزاد سراسری در خارج یک کشوره. همیشه مدل‌هایی که انتخاب شده به علت نبودن تکنولوژی این بوده است که یه عده از نخبگان رفتن دور هم دیگه جمع شدن و گفتن که ما نخبگان این مملکت هستیم و می‌خوایم که مثلا یه دولت در تبعید تشکیل بدیم. آقای جنرال دوگل رو کسی مأمور نکرد که شما برو در لندن و در اونجا دولت در تبعید تشکیل بده.
یا آقای لنین رو کسی مأمور نکرد که برو در زوریخ بنشین، یا انواع اقسام اینها، یا حتی آقای خمینی رو کسی مأمور نکرد که برو و در نفلشاتو بشین و شورای انقلاب درست بکن. اما این نخستین باری است که ما تمام این مدل ها رو پس از مطالعاتی که کردیم گذاشتیم کنار و میگیم که تکنولوژی اکنون امکان رو فراهم کرده که میتوانن ایرانیان خارج از کشور خودشون معتمدین خودشون رو بفرستن. بنده یه بار این شانس رو من داد آقای دکتر ایمان فروتن، خیلی هم از سپاسگزارم، چندین ساعت منو آشنا کرد با نحوه کارشون به ویژه از طریق اینترنت و کامپیوتر اینا. دیدم چقدر به مراحل پیشرفته ای رسیدن در این زمینه. میخوام ببینم شما مثلا در این زمینه صحبتی با ایشون کردید برای استفاده از روش هایی که هم ابداع کردن هم کارسازه؟ بله، عرض کنم که همونطور که در ابتدای عرایزم خدمتتون گفتم، این کمیته تدارکات برای ایجاد پارلمان در تبعید و بعد دولت موقت هر گروه ها و سازمان های فراحزبی و فرا ایدئولوژیک مختلفی به وجود میاد که یکی شبکه سکولارهای سبز. ما در شبکه سکولارهای سبز ارتباط بسیار تنگاتنگی با نهاد مردمی و جنبش ایران فردا داریم، به طوری که الان مثلا سخنگوی شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز آقای دکتر آرام اسلامی رئیس هیئت امنای نهاد مردمی هم هست، یا آقای تقی آلرضا که رئیس هیئت مدیره جنبش ایران فردا هستند و جزو هیئت امنای نهاد مردمی هستند، رئیس گروه بازرسان شبکه ما هم هستند. یعنی واقعا مثل دوتا به اصطلاح اینا میگن سیستر انتیتی یا دوتا سازمان خواهر یا برادر ما با هم کار میکنیم و در این مدت هم توافق کرده ایم که ما باید راه های عرض کنم که همکاری های بیشتر خودمون رو انجام بدیم و هر کدوم اون توانون روی خاصی رو که داریم در میون بذاریم. مثلا به نظر ما میرسد که ما در شبکه سکولارهای سبز هم به لحاظ وسعت شبکه‌مون و هم به لحاظ ارتباطاتی که داریم با شخصیت‌ها، ما میتونیم در زمینه جذب نامزدها کار بکنیم. نهاد مردمی با این سافت‌ور درخشانی که دارند برای اینکه امکان عرض کنم که انتخابات روی اینترنت رو فراهم میکنه، اونها میتونن اون بخشش رو انجام بدن و گروه های دیگری هم هستن که ما در حال مذاکره هستیم. من فکر میکنم که شاید تا یک ماه دیگه این کمیته تدارکات وقتی که علاوه موجودیت میکنه، ما ببینیم که 4-5 تا گروه فراحزبی فرا ایدئولوژیک در کنار هم نشسته با هم دست اتحاد دادن برای اینکه این کمیته تدارکات رو به وجود بیارن. خب پس تا رسیدن به مرحله کمیته تدارک یک ماه، فکر میکنید تا برگزاری کنگره و تشکیل دولت چه مدت زمانی نیازه؟ هیچ به اصطلاح برنامه زمانبندی شده دارید در این زمینه؟ بله، ما عرض کنم که فکر میکنیم که بشود مثلا تا یک ماه دیگه ما این کمیته تدارکات اعلام موجودیت بکنه و بلافاصله شروع کنه پذیرش عرض کنم که تقاضاهای نامزدی شرکت در پارلمان در تبعید رو و در این حال آشنا کردن مردم رو با عرض کنم که این فوتوفن خلاصه این کار، و احتمال میدم که انتخابات در اواخر اردیبهشت ماه صورت بگیره و ما بتونیم که در خرداد ماه کسانی رو که انتخاب شده اند در یک محل فیزیکی عرض کنم که دور هم جمع بکنیم و پارلمان در تبعید رو به وجود بیاریم. خیلی تشکر میکنم. این سوالات من بوده، میدونم که هموطنان عزیزم سوالات بیشمار دارن. همیانانم فکر میکنم که بهترین زمان دوشنبه آینده یا دکتر نوریالاس وقت داشته باشن بازشون رو دعوت میکنیم. یه نوبت شماست، من سوالی ندارم. شما اگه سوالات تکمیلی دارید که با ایشون در میان میگذارید، آمادگی دارید آقای نوریالاس برای دوشنبه؟ بله من برای دوشنبه همین زمان همیانانم خودتون آماده کنید، پرسش هایی دارید فقط جمع و جور و حداقل کلمات وقتم دارید تا دوشنبه فکر کنید که چطور میشه
با حداقل واژه و کلمه یه سوالی رو مطرح کرد و جواب رو از دکتر نوریالا گرفت، چون فکر می‌کنم خیلی همراهان ما پرسش‌هایی داشته باشن که آقای نوریالا آمادگی پاسخ به اونها رو دارن و واقعا هم بازتاب داشته، خیلی بازتاب داشته آقای نوریالا. بله بعدم خودم خیلی ایمیل و فکس و تلفن دریافت کردم راجع به این قضیه. خب این نشان میده که یه خلأی این وسط وجود داره و ما در مقابل جناح‌های مختلف اسلامی که از در و دیوار دارن ساخته میشن و میان، آدم‌هایی که آقا یه حکومت غیر مذهبی میخوان هیچ گونه تشکلی ندارن و تشکلات سکولاری هم که وجود دارن خودشون رو فلج کردن، آنچنان در تله ایدئولوژی خودشون گیر کردن که نمیتونن با دیگران یه امر عمومی رو انجام بدن و این خلأ رو من امیدوارم که این پارلمان در تبعید پر بکنه. من در این حال میخواستم بگم که اگر که دوستان به سایت سکولاریزم نو، یعنی اگر برن در گوگل بزنن سکولاریزم نو، این سایت در واقع یک نشریه اینترنتی که بنده سردبیرش هستم، ما در اونجا مفصلا راجع به این قضايا صحبت میکنیم، مقالات متعددی اونجا وجود داره، ویدیوهای مختلفی وجود داره و در این حال بنده قصد دارم که تا پایان این هفته یک کتاب حدود 250 صفحه‌ای است که اساساً راجع به مفهوم دولت در تبعید و پارلمان در تبعید بنده نوشتم، این رو هم به رایگان بگذارم روی همون سایت که همه کسانی که علاقمند هستن از انواع و اقسام زوایا به مسئله نگاه کرده بشه مطالعه بکنن و مطلع بشن. خیلی ممنون. من به شما روز بخیر میگم آقای دکتر اسماعیل نوریالا، تا دوشنبه.